سلام. قهرمان زندگی شما کیه؟ من امروز اینجا هستم تا در رابطه با قهرمان زندگی خودم براتون صحبت کنم. 12 سال قبل قهرمان زندگی من به من نزدیک شد. من روی صندلی متهم نشسته بودم و اون روی صندلی هیئت منصفه مطبوعات، فقط به خاطر نوشتن یک مقاله. من در اون دادگاه تبرئه شدم، اما بعد از پایان دادگاه قهرمان زندگی من به من نزدیک شد، دستش رو روی شونه من گذاشت و با صلابت به من گفت آینده درخشانی در انتظارته. اجازه بدید اول یکم در مورد قهرمان زندگیم با شما صحبت کنم. تا رده معاونت وزیر پیش رفت، اما بنا به دلایلی بسیار بسیار محدود شد و ناچار شد که در یک خونه محقر به زندگی خودش ادامه بده. زندگی قصد کرده بود که روی بد خودش رو بد جور به اون نشون بده، تا حدی که یک روز از روزها همسرش به اون گفت این حق ما نبود. این حق ما نبود آغاز یک زندگی دوباره برای قهرمان زندگی من شد. اون تصمیم خودش رو برای شروع مجدد یک زندگی پربار گرفت. یکی از روزها به همسرش گفت تصمیم گرفتم خونمون رو به 1,000,000 تومان بفروشم و با اون یه کارخونه بزنم. با 1,000,000 تومان میشه؟ نه، با 1,000,000 تومان نمیشه، اما با 1,000,000 و من میشه. اون 1,000,000 و من امروز 14 کارخونه است و 2,500 نفر نیروی انسانی که دارن برای قهرمان زندگی من کار میکنن. اون خواست و تونست تا بدترین شرایط رو به بهترین شرایط تبدیل بکنه. لحظه ارتباط من با قهرمان زندگیم زمانی بود که برای کار در یکی از این شرکت‌ها به من تماس گرفت و من رو دعوت به کار کرد و من همین دعوت رو پذیرفتم و به مجموعه اون اضافه شدم. این رو میخوام به شما بگم که خیلی وقتها امکان داره که زندگی محکم بخواد توی سینه ما بره و ما رو از هدفی که برای ترقی و تعالی و پیشرفت خودمون گرفتیم باز بداره، اما ما باید ایمان داشته باشیم، ما باید اعتقاد داشته باشیم، ما باید امید داشته باشیم و بدونیم هر کار ناشدنی با ما شدنی خواهد بود. من این افتخار رو داشتم که 9 سال به عنوان یکی از نزدیکترین افراد با قهرمان زندگی خودم هش و نش داشته باشم. در ماهای اول همکاری با قهرمان زندگی خودم در شرکت یک اشتباه و خطایی رو مرتکب شدم که 600,000,000 تومان به شرکت خودم ضرر زدم. متن استعفام رو نوشتم و توی جیبم گذاشتم و مطمئن بودم که از شرکت اخراج خواهم شد. به اتاق اون رفتم و بهش سلام کردم. هیچ تغییری در صورت اون ندیدم. متن استعفام رو از توی جیبم در آوردم و روی میز گذاشتم. گفت این چیه؟ گفتم از بابت اشتباهی که در شرکت کردم خیلی متاسفم و میدونم که باید برم. خیلی سریع از پشت میزش بلند شد، جلو اومد و باز دوباره دستش رو روی شونه من گذاشت و گفت کجا؟ من همین الان برای آموزش تو 600,000,000 تومان خرج کردم. و این نگاه یک قهرمان رو برای قهرمان پروری و قهرمان سازی نشون داد. اون به من یاد داد که ما باید به هم اعتماد داشته باشیم.
اون به من یاد داد که ما باید حق اشتباه کردن برای هم قائل باشیم، حتی اگر این اشتباه 600 میلیون تومان برای یک شرکت ضرر به خرج بده. به من گفت فکر میکنی من اشتباه نکردم و فکر میکنی همه مدیرانی که دارن کار میکنند از مادر مدیر متولد شدند؟ همه ما اشتباه کردیم. مهم اینه که از هر اشتباهی که میکنیم درس بگیریم و تلاش بکنیم تا اون اشتباه رو دیگه مرتکب نشیم. این نگاه انسانی و این نگاه معنوی به کار و به انسان، نه فقط در مورد من، در مورد بسیاری و در مورد همه اونهایی که در مجموعه قهرمان زندگی من کار میکردند موجود بود. یادم میاد در اوج تحریم‌های اقتصادی کشور، زمانی که مدیران ارشد شرکت به این جنبندی رسیده بودند که برای ادامه حیات و ادامه بقای شرکت 500 نفر از نیروهای کارگری شرکت رو اخراج کنند، تنها کسی که جلوی این تصمیم ایستاد و خیلی محکم اون رو نفی کرد قهرمان زندگی من بود. همه کارگرها رو جمع کرد، مشکلات شرکت رو با اونها در میان گذاشت و به اونها گفت همه با هم شروع کردیم و همه با هم باید کار رو ادامه بدیم. اگر قرار باشه همه ما حقوق کمتری برمی‌داریم، اما همه ما با هم میمونیم و با هم کار میکنیم. اگرچه هیچ زمانی این اتفاق نیفتاد که بخواد حقوق کمتری بده و حدود 8 ماه 9 ماه بعد اون بحران و اون مسائل مالی شرکت پشت سر گذاشته شد، اما نگاه قهرمان زندگی من به انسان باعث شد تا همین امروز به عنوان یکی از عزیزترین و محبوبترین مدیران ارشد برای کارگرها در اون شرکت و در اون سازمان مطرح باشه و همه هر وقت که اون رو میبینن کلاه احترام خودشون رو از سر بردارن. نتیجه‌ای که از این بخش از صحبت‌ها و از این بخش از قهرمان زندگی خودم میخوام بگیرم این هست که زمانی که برای ما و شما مشکلی پیش میاد، مسئله‌ای پیش میاد، حق داریم اون رو با چشم یک مدیر نگاه بکنیم، اما حتما باید اون رو به چشم یک انسان حل بکنیم. نگاه ما به کار و نگاه ما به زندگی باید یک نگاه انسانی باشه، نه یک نگاه مدیریتی، و این رمز موفقیت قهرمان زندگی من هست. من در طول 9 سال همکاری با قهرمان زندگیم درس‌های زیادی رو از اون گرفتم، جملات زیادی رو از اون به خاطر دارم و همه این جملات این روزها که در حال خدمت کردن به شهر و سرزمین آبا و اجدادی خودم هستم به کارم میاد. یکی از مهمترین و طلایی‌ترین این جمله‌ها تفکر 4T بود. 4T رو به عنوان اصول اصلی موفقیت به من یاد داد. اول تفکر، بعد تلاش و بعد تداوم، تا شاهد و محصولی به نام توفیق نصیب آدم بشه. اول تفکر، بعد تلاش، بعد تداوم و بعد توفیق. قهرمان زندگی من معتقد بود انسان جامدی است که در سیال جامعه غوطه وره. انسان جامدی است که در سیال جامعه غوطه وره. تنها فرقی که این جامد با بقیه جامدات میکنه اونه که وزن مخصوص خودش رو خودش تعیین میکنه. اگر این جامد رو با زور و با فشار بگیرند و به پایین بکشند، همین که اون رو رها کنند دوباره به جای اصلی خودش برمیگرده. و اگر زیر بال و پر اون قیم بزنند و اون رو به بالا ببرند و باز دوباره اون رو رها بکنند، دوباره به جای اصلی خودش برمیگرده. پس آدم‌ها باید سعی بکنند وزن مخصوص خودشون رو درست انتخاب بکنند و سعی بکنند وزن مخصوص خودشون رو هر روز بیشتر از روز قبل اضافه کنند. اما جمله طلایی که باعث همه موفقیت‌های من در طول این 20 سال زندگی اجتماعیم شده شاید این یک جمله باشه و اون این که امیر، هیچ زمانی خودت به خودت نمره نده، اجازه بده بقیه بهت نمره بدن. زمانی که خودت به خودت نمره میدی،
نمره‌ای به خودت میدی که جامعه اون نمره رو قبول نداره. آدم‌ها معمولاً به خودشون نمره بالا میدن. نمره‌ای که ما به خودمون میدیم واریانس خیلی زیادی با نمره‌ای داره که جامعه به ما میده. و زمانی که ما یه نمره بالا به خودمون بدیم و جامعه اون نمره رو به رسمیت نشناسه، در نگاه جامعه، در مراودات اجتماعی، در تعامل جامعه نشان میده که این نمره هضم نشده و این امتیاز رو جامعه قبول نکرده. و بعد در انسان حسی به وجود میاد که تحت ظلم قرار گرفته، دیده نشده و جامعه داره حق اون رو میخوره. و این باعث میشه که انگیزه و امید و ارتقا و رشد و پیشرفت در آدم کور بشه. جمله قهرمان زندگی من این بود که هیچ زمانی به خودت نمره نده و اجازه بده که جامعه به تو نمره بده. میدونید چرا؟ چون خرد جمعی هیچ زمانی خطا نمی کنه. عقل جمعی هیچ زمانی خطا نمی کنه. شاید دیر و نه در اون لحظه ای که تو می خوای بهت نمره بده، اما به هر حال بهت نمره میده و اون نمره، نمره واقعی تویه. و من اردیبهشت امسال فهمیدم جامعه به افراد خودش نمره واقعی خودشون رو تحویل میده. امیدوارم سال دیگه همین بالا داستان قهرمان زندگی شما رو بشنوم. از حوصله‌ای که کردید سپاسگزارم.